کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند گیتا دختر کولی بخش پانزده ملاقات گولاش با مسیر رای معاون و یا همه کاره حکومت متزلزل مازینی مسیو رایت با یک آدم کثیف و کوری در اتاقش برخورد کرد که با اکراه باید به صورت او نظر اندازد گلاش دستهایش در زنجیر بود و سلامی با آقای معاون کرده گفت خدوان. عرایزی فوقالعاد مهم و محرمانه دارم البته در نزد من اسلحه نیست و دستم نیز در زنجیر است ممکن است پاهایم را نیز در زنجیر کنند تا بتوانم در خلوت پنج دقیقه اسراری را به عرض شما برسانم. در اتاق غیر از ماده نفر هیچ کس نباید باشد. مسیر که خود نیز در جسه دست کمی از گلاش نداشت موافقت کرد که همه آقایان در اتاق دیگر منتظر باشند. و چون خلوت شد گلاش گفت اولا باید بدانید که من تعمدن خود را به این صورت در ممکن است این پارچه را از جلو چشم من بردارید و چشمم را نیز با دوا به این صورت در که ممکن است آن را بشویید و این شخصی که با این قیافه در حضور شما ایستاده و توتعه را علیه حکومت شما در زندان کشف و ارائه مود دشمن سابق و دوست امروز شماست من یقین دارم شما از پیلاتسا و حکومت او شنیده اید آیا اینطور نیست؟ مسیر رایت گفت بالا شنیدم باز پرسید و یا به گولاش وزیر اطلاعات و وزیر پلیس او نیز شنیده اید؟ گفت بله از او هم شنیدم هم. گولاش باز پرسید و یا از سردوشت آنان اطلاع دارید؟ ماون گفت بعضی ها معتقدند که معدوم شدند و دی دیگر میگویند مفخود گریدند ولی عده دی دیگر میگویند فرار کردند. گولاش گفت من گولاش هستم و باید بگویم که پیلتسانی زنده است و آنچه باید بدانید این است که چوپالوفسکی نیز کشته شده است و بلاتسا و من کار او را ساختیم ولی هنوز دستگاه حقیقت را افشا نکرده است و شروع به گفتن جریان کار و اقدامات و اطلاعات خود از روابط باسو با هیئت دولت و افراد کشور و سازمان رایت نمود آقای معاون از تعجب گیج شده بود گلش برای اینکه او را زودتر از فکر و خیال بیرون آورد گفت و اکنون من به این صورت خودم را به شما رسانیدم و میخواهم با شما همکاری کنم از صرف من تعجب نکنید من یعنی کسی که در انقلاب در کشور خودم نقش اساسی را داشتم. حال خود را در اختیار شما میگذارم تا با درایتی که در شخص علی جناب سراغ دارم عمل شود گلش کلیه جریان خود را با او در میان نهاد و فقط آنچه را که مکتوم داشت نام دایانا بود مسیرایت که هنوز غرق تعجب بود به گولاش گفت اما خیلی مشکل است تصور کرد که شما آلی جناب گولاش باشید گولاش گفت اما در برابر حقیقت احتیاج به تصور نیست من به شما پیشنهاد کمک می کنم قبول می کنید چه بهتر و الا تقاضا دارم به نام وجدان و شرافت آنچه گفته شد بین من و شما مکتوم بماند و به همین صورت به بازداشتگاه بازگردانده شوم و یا اینکه از این کشور به کشور دیگر خارج شوم زیرا من شخصا خود را تحویل داده و وسایل اسارت خود را فراهم آوردم تا آنکه به وسیله سپاهیان شما دستگیر شده باشم مسیور در حالی که چشم گولاش را باز میکرد گفت و چه کمکی از شخص شما ساخته است گولاش گفت تشکیل حکومت آزاد کشور پیلاتسا در اینجا و آغاز فعالیت و موفقیت مسیرات که چشم او را باز کرده بود با او دستور داد به اتاق مجاور آمده و در آنجا صورتش را بشوید گولاش تقاضای مقداری الکل کرد و پس از آوردن آن و شستن چشمهایش در حالی که هر دو دستش در زنجیر بود مسیو رایت او را به خوبی شناخت سپس به او دستور نشستن داد و کلید زنجیر دست و پایی را از کلونل خواست و به او گفت از این به بعد این کارگر در اختیار من خواهد بود و فعلا از آمدن به زندان معاف است دیگر بدون هیچ گونه سوالی دست و پای او را باز کرد و ضمنا به منزل تلفن زد و دستور آوردن یک دست از لباسهایش را با زیر پوش داده و چند دقیقه بعد گلاش در یکی از لباسهای مسیو رایت در برابر او بود و برای صرف غذا به منزل خصوصی معاون حرکت کردند و قریب شش ساعت با یکدیگر گفتگو نموده ترتیب کارها داده شد و رایت به او امید همه نوع مساعدت را داد. گولاش ماهایی متمادی بود که رنگ حمام را ندیده بود و پس از استهمام به خواب رفت تا فردا به حضور رئیس دولت و شاه کشور بار یابد و روش کار خود و تاکتیک انقلابیون کشور خود را به عرض برساند. فردای آن روز رایت و گولاش با رئیس دولت مذاکره کرد و سپس هر سه نفر به حضور پادشاه بار یافتند. گلش تعظیم کرد و گفت علا حضرت آد. جان لسار منظور و مقصد و نقشه خود را خدمت آقای معاون دولت و رئیس دولت به عرض سانیده هم. و اینک افتخار دارم که آن را به پیشگاه ملوکان نیز عرضه دارم. شاه پس از شنیدن سخنان و نقشه او پرسید آیا منظور از موفقیت شما و پیلاتسا این است که به جای برویانو و دار و دسته او شما باشید و یا آنکه میخواهید تجدید رژیم نمایید گولش گفت هیچ یک از این دو نقشه به ضرر شما و کشور شما نخواهد بود و در هر صورت رول اصلی آن را چه ادامه رژیم و چه تغییر آن باشد اینجانب به عهده نخواهم داشت چه اگر بخواهیم رژیم را حفظ و تعدیل نماییم پیلاتسا توانایی رهبریش بر من مسلم است و اگر بخواهیم آن را عوض نماییم باز هم شخص دیگری است که این جانب باید خدا در اختیار او بگذارم. شاه پرسید و او چه کسی خواهد بود؟ گلش گفت را مهرمانه به عرض خواهم رسانید. راه و طرز وصول با آن را از لحاظ مردم و افکار آنان جان به خوبی واردم و بهترین افزار همین اسرار خواهد بود و بعد نیز کمک اعلی حضرت آن را تکمیل خواهد نمود و به شخص بندگان اعلی حضرت اطمینان می دهم. نصف کمکی را که به ما خواهید کرد پس از موفقیت به خزانه اعلی حضرت باز پس خواهیم داد چرا نصف آن را زیرا در صورت موفقیت ما اعلی حضرت نیز به همان اندازه استفاده خواهند نمود که ما استفاده بردیم خطر ما هر دو را به سوی تهدید کرده است سپس شاه او را به اتاق دیگر خواند و از او پرسید آنچه میخواستید محرمانه بگویید چیست گلش به عرض رسانید که در میان زندانیان زندانی شماره ده دختری است به نام گیتا که الازاهد دخترکیست کولی اگر او را احزار فرمایید و با او صحبت شود یک حقیقت شگفت آور معلوم خواهد شد که جان بدون حضور او اجازه به افشاع آن ندارم و بقیده جان اگر احزار او به وسیله معاون دولت انجام پذیرت مطمئنتر خواهد بود زیرا بیمان می رود که آسیبی بر وارد گردد و او بود که می بایست به وسیله ایادی باسو از بین برده شود. شاه فوراً مسی رایت را خواسته گفت به اتفاق رئیس زندان و چند نفر افراد مطمئن دیگر به زندان برید و زندانی شماره ده دوازده رو برای تحقیقات به اینجا بیارید. گولاش مشغول طرح تاکتیکی و مذاکره در اطراف موفقیت نقشه خود بود و شاه از نظریات او راجع به جزئیات میپرسید و پاسخهای رضایت بخش میشنید که گیتا از زندان بیرون آورده شد و تحت الحفظ سر از کاخ سلطنتی در آورد و به حضور پادشاه رسید در اتاق شاه گولاش گیتا و معاون مازینی حضور داشتند گیتا به محض ورود و مشاهده گولاش با آن ریخت و قیافه که در خدمت پادشاه در خلوت ایستاده است غرق تعجب شد و پس از تعظیم به پادشاه به گولاش خیره گردید. گیتا در تمام این مدت فکر می کرد که در هر آن و دقیقه هیولای مرگ چنگل خود را در گردن او فرو خواهد کرد. او نمی دانست کشنده او افراد انقلابی خواهند بود یا آنکه به نام انقلابی در دست حکومت ضد انقلابی جان خواهد داد. ولی وقتی با آن کیفیت گولاش را در آنجا یافت روحی تازه در او دمید. گلاش با توازوی تمام در برابر بر او ایستاد و گفت بانوی من اطمینان داشته باشید که جان در برابر اعلی بر حضرت شاه جز اینکه تقاضا کردم شما برای مشورت اینجا تشریف بیارید عرض دیگری نکردم و اینک خوشوقت و مفتخرم که شما را سالم میبینم و حال در خدمت شما هستم اگر سلام میدونید جریان را به پیشگاه پادشاه بفرمایید چه بهتر سلام نمیدونید بنده دست از انجام وظیفه اخلاقی و ملی خود بر نخواهم داشت. گیتا حس کرد که هنوز پادشاه او را نمیشناسد و از سخنان گلاش تعجب می کند. از این رو گفت علا اونچه اون چه که در اینجا مشاهده می کنم افتخاری که خود را در برابر پادشاه می بینم و اندازه برام غیر قابل باوره که نمی اون رو نشونه ی قهر شاه بزرگوار بدونم یا مهر ایشون در هر صورت چون نمیدونم چه به عرض مبارک رسیده مفتخر خواهم شد اگر علت این موهبت شرفیابی رو بدونم پادشاه گفت دیروز آقای راید کارگری را از زندان در اینجا آورد که فاقد یک چشم بود و مدعی بود که کسانی در زندان قصد داشتند شما را مسموم کنند من خواستم بدونم علت این سوء قصد به یک نفر همرام هم خود به چه علت بوده و کارگری که به حمایت شما برخواسته بود کی بوده و سبب اون چه بوده و قتل هارپ چگونه اتفاق افتاده گیتا تعظیم کرد و گفت آیا اجازه میفرمایید سوالی بکنم شاه گفت بله هرچی میخواهید بپرسید گیتا پرسید آیا شخص حاضر آقای رایت مابن دولت شما هستند شاه گفت بله سپس گیتا تعظیمی به رایت نموده و گفت آقای محترم شما از اون کارگر چیزی را به جان نسار شنیده اید؟ رایت گفت مطلقا من چیزی از او نشنیدم. گیتا باز پرسید با خود اون کارگر رو کاملا شناختید. رایت جواب داد البته برای تحقیقات لازم بود. نام هویت اون رو به دست بیاریم. و آیا میخواید در تعقیب اون موضوع از من تحقیقات به عمل آورده بشه؟ رایت که نمیدانست منظور از احزار او به وسیله شاه برای چیست؟ نگاهی به الله حضرت کرده و در همین حال شاه گفت بله در تعقیب اون موضوع و موضوعات دیگر گیتا پرسید آیا من حق دارم که چنین تصور کنم که آقای رایت مطمئن هستند احزار جان نسار در حقیقت برای چیه؟ شاه گفت بله همینطوره آنگاه گیتا تعظیم کرد و به عرض رسانید در حالی که بنده کمال احترام رو نسبت به آقای معاون دارم ولی اجازه میخوام در قیاب ایشون چند دقیقه عرایزی به پیشگاه مبارک داشته باشم شاه رایت را مرخص کرده و پرسید آیا حضور این شخص چطور؟ در حالی که رایت خارج می گیتا گفت اگر رابطه بین این شخص و اون کارگر وجود داشته باشه که منم حضور او نشکاری نخواهد داشت و بعد رو به گلاش کرده پرسید آقا شما اون کارگر رو میشناسید شناسید؟ گلاش تعظیمی کرده گفت جان خودم رو اول با علی جناب رایت و بعد به پیشگاه ملوکان معرفی کردم و چون حق جان به گردن شما دارم میخوام از حضورتون تقاضا کنم که علا حضرت رو از جریان مطلع فرمایید. شاه که از نحوه گفتار او با این دختر تعجب کرده بود پرسید پس شما این شخص رو به خوبی می این طور نیست؟ گیتا گفت بله علا حضرت ها این شخص همان کارگر یک چشم زندانیه. شاه پرسید و شما گیتا که در تمام این مدت ایستاده بوده و گولاش نیز به احترام او به حالت ادبی ایستاده بود گفت اون چرا که گولاش به عرض رسونده حقیقت داره شاه گفت درباره خودش و یا درباره شما گفت درباره من او درباره شما چیز مهمی نگفته ولی آیا ممکنه بگید چگونه شما دونستید که این شخص گلاشه؟ آره علا حضرتا زیرا این شخص جان خود رو مرهون من میدونه کما اینکه من هم جان خودم رو مرهون اون میشمارم من اون رو موقعی شناختم که وزیر پلیس و وزیر اطلاعات پیلاتسا بود از وقتی پیلاتسا و عیادی اون با کمال وحشیگری و خشونت و سبعیت به کاخ سعادت ما ریختند و فامیلم رو در برابر چشمم تکه تکه کردند و منو نیمه جان مخفی کردند تونستم از دست محافظین فرار و به این صورت در دستگاه اونها نفوذ کنم پادشا که پشت میز بزرگی نشسته بود از جا بلند شد و نزدگی تا آمد و به صورت او خیره شد و پرسید کدوم فامیل رو میگید؟ گیتا گفت قربان من دایانا رزیانا هستم ولی اکنون گیتا دختر کولی به شما میرم شاه که از این حرف و معرفی گیج به نظر میرسید گفت خانم این حرف شما غیر قابل قبوله گیتا گفت در این ایام این موضوع عمومیت داره که در هر مرحله از مراحل حقایق غیر قابل قبول بشند بند استرالی در قبول اون ندارم ولی به نام شرافت تاج و تخت و شرافت انسانیت یک تقاضا از شما دارم و اون اینکه اعتراف من مکتوم بمونه و این راز بزرگ سر به مهر نگه داشته بشه زیرا من غیر مستقیم به شخص شما و ملت شما هم خدمت کردم یعنی مانع شدم که آتش انقلاب چند ماه زودتر در اینجا زبانه بزنه و انتقامی رو که من کشیدم انقلاب در کشور شما رو به تأخیر انداخت. شاه پرسید شما چه نقشی داشتید؟ گیتا گفت علا حضرت اکنون انقلاب شما رو پازالسکی و پروفسور پالوفسکی اداره می کنند و باسو همون نقش رو بازی می کنه که پیلاتسا در کشور من بازی می کرد. ولی قبل از پازالسکی مأمور افروختن آتش انقلاب در کشور شما یک فرد خطرناک به نام سیلایف بود و اون مأمور حرکت به اینجا بود که اگر رسیده بود با کمال تأسف باید عرض کنم سرنوشت این کشور هم مثل کشور من شده بود اما من در همین لباس که ملاحظه میفرمایید اونو کشتم گولاش به شنیدن این حرف مانند سائق زدگان تکانی خورد و شعار متوجه خود ساخت که با قدم های سست و از حال رفته به گیتا نزدیک شد و شمرده شمرده با کمال اعجاب گفت بانوی من شما سیلایف فو کشتید؟ گیتا گفت آره آقای گلاش اون که وحشی رو من از بادر بردم گلاش با همان لحن ادامه داده گفت و میدونید که این همه مسائب زاده اون عمله؟ آره میدونم و ازش خوشفختم وقتی حکومتی پایهاش برخون و ریاب و سبوعیت و عدم عدالت گذاشته شد و که این نتایج رو هم به بار میاره گلاش در حالی که به گیتا کاملا نزدیک شده بود گیتا فریادی بر زد آقای گولاش فراموش نکنید که شما در دست سیلایف ملعبه بیش نبودید و اون بود که شما را اداره کرد و اون بود که منبع وحی شما بود اون بود که از پیلاتسا پیشوا میترشید و اون بود که چیلایف رو میکشت و بعد نوبت به گلاش ها میرسید اون به شما نیز مجال نمیداد نخستین خدمت من لا اقل به شخص شما از موقعی شروع شد که سیلایف رو از بین بردم حزم این موضوع برای گولاش واقعا گیج کننده بود به طوری که اصولا فراموش کرد که در حضور پادشاه می باشد و با حیرت و بهت گفت اونو چطوری خوشتید؟ گیتا جواب داد به همون نحوی که خواستم شما رو بکشم در همون محل آره در همان محل ولی با موقعیت مناسب تری پادشاه که در این مدت خاموش و ناظر بود با شگفتی تمام از گیتا پرسید آیا شما قصد کشتن گولاش رو کردید؟ گیتا تعظیم کرد و گفت بله قربان پس چگونه موفق نشدید؟ فراموش کرده بودم که فشنگ هفتیرم همه مصرف شدند. خنجر هم زودتر به بازوی من اجابت کرد و در این حال جای زخم را به اونشان داد و بعد کلیه جریان و حوادث را برای پادشاه بیان داشت و در حالی که پادشاه به هر دو دستور نشستن داد و با گیتا کمال احترام را مراعت می کرد گفت آنچه را رو امروز شنیدم یکی از عجیبترین حوادثیه که تا کنون خونده و دیدم من شخصا مقدم والا حضرت دایانا رو مخترم شمارده و آن رو یک افتخاری بر خودم به حساب میارم و هر کمکی لازم باشه حاضرم انجام بدم گیتا پرسید و با آقای گولاش از چه مقوله صحبت شده شاه نظریت گولاش را اظهار کرد و اضافه نمود که ممکن است اصولا حکومتی به نام دایانا تشکیل گردد گولاش به عرض سانید که در حال حاضر موفقیتی در این حکومت نخواهد بود ما فعلا باید نام دایانا را فراموش کنیم و ناشنیده انگاریم زیرا احساسات ضد سرمایه داری و ضد خاندان سلطنتی به اندازه قوی است که مردم در مبارزه خود استوارتر خواهند شد آنچه دایانا را تاکنون موفق کرده تظاهر و بازی در این لباس و این مرام بوده آنچه جان در نظر داشتم این است که اعلیحضرت حضرت بنده رو تقویت کنند زیرا تقویت دایانا خواهد بود طبقات پرولتر درست مانند گله گاو و سایر حیوانات وحشی هستند که چون به حرکت آمدند و یا رم کردند و یا برای رسیدن به منظوری آغاز دویدن و حمله نهادند با منطق و دلیل و مانع باز نمیستند فقط اداره و هدایت آنها در این است که جز و آنان در آمده و خود را در رأس قرار داده و به مسیر و یا نقطه ای کشاند که منظور است. آنگاه به همان سرعت مسیری را که شما پیش گرفته اید در پیش خواهم گرفت. گیتا گفت مسئلی را که گولاش زدن کاملا صادق است و بنده نیست صلاح می دانم. به همین کیفیت بمانم و به گولاش به تمام معنی اطمینان داشته و اختیار میدم که کار مبارزه را به هر نحوی که صلاح میداند شروع کنند در این موقع از گولاش پرسید پولها را خرج کردید گولاش گفت نه هنوز را خرج نکردم و هنگام فرار سهم خود را در محل امنی مخفی کردم. ولی این دو دانه را که به خیال خود سنگین قیمت تشخیص دادم با مهارت عجیب با خودم آوردم و هر دو را در دست گیتا نهاد گیتا نیز نگاهی به آن مدال های زیبا انداخت و آنها را در جلو پادشاه گذاشت که به اهمیت آن کاملا وارد بود و عرض کرد یکی از آنها تقدیم حضور مبارک و دیگری را نیز دستور فرمایید تبدیل به پول و لوازم کرده و در اختیار آقای گلاش قرار دهند شاه پس از تشکر از گیتا گفت من با در همین هفته یک دعوت بزرگی از کور دیپلماتیک و رجال و ارباب جراید به افتخار شما بکنم و در آن مجلس تشکرات خودم رو تقدیم کنم. گلاش گفت قربان این تظاهرات به عقیده مانع موفقیت سریع ما خواهد شد. اینکه که جانسار می کشیدم که دایانا خود را معرفی نماید برای نجات او از خطری که در زندان او را تهدید می نمود بود و اینکه در صورت موفقیت من چه کسی زمام امور را به دست خواهد گرفت و در حقیقت شانس موفقیت گیتا بیش از موفقیت دایانا می باشد. اگر این موضوع که گیتا دایانا می باشد مکتوم بماند و فقط لطف و مساعدت اعلا حضرت را برانگیزد بهتر خواهد بود. اگر دایانا بخواهد در خارج از کشور خود به سر برد همیشه در معرض تهدید و ترور خواهد بود که به آسانی ترورش میسر است و اگر بخواهد با گمنامی زندگی کند بالاخره باید دختر کلی معلوم شود که کجا رفته است. پس بهترین طرق فعلا همون دختر کولی ماندن است زیرا خطراتش کمتر است و هم موفقیتش بیشتر گیتا نیز پس از آنکه اطراف و جوانب را رعایت کرده با گلش موافقت نمود که در حال حاضر گیتا بودن از دایانا بودن بهتر و تأمین آن بیشتر خواهد بود و برای آنکه احضار گیتا به در خصوصی تلقی نشود از کلیه زنان زندانی بازپرسی شد و با اصولاً محل آنان از زندان عمومی جدا گردید. شاه گفت در این صورت زندگانی دایانا با آسایش تو هم نخواهد بود و من آرزومندم که زندگی شاهانه را برای او فراهم آورم که در جواب گیتا گفت اگر زندگی زندانیان به طور عموم بهبود یابد او نیز از آن برخوردار خواهد بود پس از آن موافقت شد که شاه علاوه بر زندانیانی که ممکن است داوطلبانه در خدمت گولاش حاضر به مبارزه شوند عده داوطلب نیز در خدمت بگمارد و اسلحه و مهمات و سایر مخارج را به تمام معنی برای اطرافیان او تعمین کند مشروط بر آنکه پس از موفقیت به جای پیلاتسا حکومت در دست دایانا افتاده و رژیم را تغییر نماید که گولاش با کمال میل آن را پذیرفت شاه با کمال مسرت قصد احضار مسیو رایت معاون دولت را داشت که گیتا باز به او یادآور شد موضوع او را فقط باید شخص اعلی حضرت بزند و به اضافه چون ملاقات خصوصی او با گلاش مشکل است اجازه فرمایید جریان فرار او را و کشتن چوپالوفسکی را از او استعلام نماید گفت من نیز خوشوقت میشوم اگر اجازه دهیدم را بشنوم و البته بسته به نظر شماست گیتا و گلاش حتی موافقت کردند و شاه فورا وارد اتاق بزرگ شد و دستور احضار یکایک که زنان زندانی و بازپرسی از آنان را داد و دستورهای لازم نیز به رئیس دولت و رئیس زندان داده شد تا همکاران باسو در زندان به دارا بیخته شوند و خود به گیتا و گلاش ملحق شد و گلاش بدین نه آغاز به سخن نمود. یک دیکتاتور در حکومت دیکتاتوری چگونه از بین می رود؟ بانی عزیز من پس از اون که شما پیلاتسا و من رو ترک کردید یک نوع تاریکی قلبی بر ما مسلط شد پیلاتسا پس از اون که مقدار تخمینی جواهرات رو معین کرد و اون رو به قسمت تقسیم کرد قسمتی رو خود برداشت و قسمت دیگر رو به جان نصار داد البته می دانید که در تمام مدت متصدی تهیه خوراک من بودم شبی چون برای فراهم آوردن یا دست برد به انبار بیرون اومدم متوجه شدم که همه شب دو نفر دکتر برای تزریق مورفین و دادن دوا و تسکین درد چپالوفسکی به بالین اون میرن. چون این موضوع رو به پیلاتسا گفتم و حال اون نیست تا اندازی بهبود پیدا کرده بود مصمم شد که شبونه به اتاق چپالوفسکی رفته و انتقام خود را ازش بگیره. اون چه به اون نصیحت کردم سودمند نشد و گفت باید از این قبرستون بیرون بیاد. در غیاب شما استفاده از اتاق شما به مادمازل میلو که مقدمات سقوط پیلاتسا را فراهم کرده بود واگذار شده بود و انتقام از او هم یکی از آرزوهای پیلاتسا بود باید بگم که پیلاتسا در اقدامات خود مطلقا جنبه احتیاط رو دیگر رعایت نمی کرد و هر آنی که به یاد و شکنجه ها می افتاد آتش انتقام در اون زبانه می کشید و من اونچه که می کوشیدم در رفتار اون تعدیلی حاصل بشه موفق نمی شدم مثل این که روح انتقام به اون نیرو بخشیده تا به حدی که شبها دیوار رو عقب زده و به سخنان میلو و دیگران گوش میداد من همیشه به لباس سرباز کشور روسیه ملبس بودم و اون به لباس سرباز کشور خودش ولی هر یکی از ما لباس جنده کارگری هم در زیر پوشیده بودیم تا یک شب که پیلاتسا از روزن دیوار گوش به گفتار میلو داده بود شنید که یک نفر از اون وعده ملاقات گرفت و میلو به اون گفت شما بری جلو کاخ بیستید برای نیم ساعت دیگه من کارهام رو جمع کرده و به شما ملحق میشم اون شخص خارج شد و میلو مشغول جمع آوری اوراق و مدارک شد در همین حال پیلاتسا به آرامی دیوار را عقب زد و از لای پرده متوجه شدیم که کیف میلو روی میز کوچکی پشت پاراوان قرار داره معلوم شد برای برداشتن اون برخواهد گشت پس از چند دقیقه انتظار ناگاهان میلو برای برداشتن کیفش رسید و در همین موقع پیلات ساد دیوانوار بر اون خیز گرفت و جلو دهن و گلوش رو گرفت و مثل انکبوتی که بخواد مگسی رو بگیره اون رو به داخل قفس کشید و دهانش رو بست و تحویل من داد و خود با کمال بیباکی بیرون اومده و چراخهای اتاق رو روشن و درها رو بسته و وارد قفسه شد و دهان دختر رو باز کرد و کلیه اقدامات اون رو علیه خود و به نفع سیلایف و چپالوفسکی شنید و ضمنا از جریان خواب و محافظین اتاق چپالوفسکی استعلام کرد دختر تحت تاثیر لحظات مرگ و زندگی اون چه میدونست ابراز کرد و برای فرار از مرگ و تسلای پیلاتسا مکاتباتی که بین باسو و بریانو رد و بدل شده و از چپالوسکی تقاضا شده بود با کشتن گیتا به وسیله ایادی که در زندون دارند و عدم افشاع اسرار موافقت بشه و نیز معلوم شد ورود به قصر محال شده مگر اینکه با تلفن از شپالپسکی کسب اجازه بشه و همین عمل هم نسبت به دکترهای معالج اون انجام میشد و از ساعت ده به بعد مطلقا کسی را نمیپذیرفت جز آخرین دکتر که ساعت یازده می اومد میومد و به اون مورفین تزریق میکرد از اسمش پرسیده شد نامش دکتر بوکاس بود که هم پیلاسا و هم گولاش رو به خوبی میشناسند. پیلاسا مدتی فکر کرد و من هم به فکر رو رفتم که اون با این اطلاعات چه میتونه بکنه و چه استفاده برای اون خواهد داشت. من فکرم مطلقا به جایی نرسید اما پیلاسا با تصمیم غیر مترقبه گفت هر شب همین وضع خواهد بود و به من تکلیف کرد که اگر با اون نرم آزادم ولی اون یا باید کشته بشه و یا انتقام خودش رو بگیره و اون هم در همین شب به خصوص بعد رو به میلو کرد و گفت آیا حاضری ای من رو به اتاق چوپالوفسکی ببری میلو گفت برای من غیر میسره پیلاتس گفت کاملا صحیحه و فورا گلوی اون رو گرفته گفت من میدونستم چطوری مدارک رو به نظر سیلایف میرسوندی و از شغل تو در تمام مدت آگاه بودم من هیچ وقت پیلاتسا رو به این کیفیت ندیده بودم بعد از کشتن اون بدون اندک پروایی و با خیال اینکه اون حالا در چنان محل و موقعیتی دیوار رو عقب کشید و جسد دختر رو برداشته و در گوشه دیگر اتاق انداخت. اون وقت متوجه من شد و گفت حالا ابتکار عملیات با منه آیا با من میای یا میمونی؟ چون نمیتونستم اون رو تنها بذارم گفتم میام ولی مثل اینکه شما فراموش کردید هر کس شما رو ببینه هدف گلوله قرار میده. پیلاتسا گفت اونم بهتر از زنده به گور شدنه. از طریق خود امتحان کرد و گفت یک راست به طرف اتاق چپالفسکی میریم دست منو گرفت از اتاق شما بیرون اومدیم و در راه رو با اولین سربازی که برخوردیم به اندازه یک غیر مترقبه بود که من متحیر موندم آیا اون رو باید خفه کرد یا با گلوله زد ولی خبردار ایستاد و به من که لباس کشور سیلایف رو داشتم سلام داد او منو از عقص هر تصمیمی منصرف کرد در این حال متوجه شدم که پیلاتسا دست رو به حالت احترام بالا نگه داشته با من صحبت میکنه و به من میگه بدون توجه به این سرباز به طرف اتاق چپالوسکی برو ولی فراموش نکن که باید پیوسته از من سوالاتی بکنی و من به همین طرز دست بالا و به حالت احترام به تو جواب خواهم داد و در میان سایه روشن چراغ وارد سرسرایی شدیم که چپالوسکی در طبقه بالای اون بود پیلاتسو از لحاظ وزن خیلی تغییر کرده بود و با اونکه که چاق مفرت بود حالا بسیار لاغر و باریک شده بود ولی من زیاد لاغر نشده بودم و به زودی تشخیص ساده می شدم. در این سرسرا شش نفر سرباز و استوار و یک سرهنگ بودند که به نام فداییان خوانده می شدن. پیلاتسا کلونل رو به نامش خوند و همانگونه که دستش برای احترام به من بالا بود و اون هم با کمال تعجب از اینکه یک نفر اهل کشور روسیه بدون اون که اون خبردار بشه وارد سرسرا شده گفت آقای کلونل اون که میگم قضیه حیات و مماده به مجرد اینکه دکتر بوکاس وارد شد کیف دستی اون رو بازرسی کنید اون امشب به عوض مورفین میخواد پیشوا رو مسموم کنه و در حالی که اشاره به من میکرد گفت صد وان از سایه وارد شده و به پیشوا تلفن زده شده تا حضورشون شرفیاب بشیم ولی جلو کاخمارو زیاد معدل کردند. کلونل مثل اینکه خواب میبیند گفت دکتر بوکاس از به حضور پیشوا رفت و پیشوا چیزی به من نفرمودن. پیلاتسا گفت ما نکن وقت میگذره. بفرمایید تا کار از کار نگذشته جلو تزریق آمپول رو بگیر. کلونل میخواست بپرسه که آیا پیلاتسا و منو در کجا دیده ولی به اون مجال داده نشد و به خاطر نجات جان پیشوا هر سه در نهایت عجله وارد اتاق چپالوسکی شدیم هر سه خود را داخل اتاق انداختیم و کلونل فریاد زد پیش و آمپول نزنید و مانع بشید دکتر میخواست شما را مسموم کنه اون دوید به طرف پیشوا نفر اول اون بود بعد من بودم و شخص سوم پیلاسا که به محض ورود در رو از داخل قفل کرد در داخل اتاق چپالوسکی در لباس خواب روی تخت خواب افتاده بود و در طرف چپ اون دکتر ایستاده و پس از دکتر دختر جوان زیبایی یک شیشه کوچک الکل و پنبه در دست داشت کلونل هنوز به دکتر یا پیشوا نرسیده بود که پیلاتسا دوید به طرف اون و با سرعت عجیبی تیری که در دست او از دستش گرفت و با چنان قدرتی به مغزش گفت که نقش زمین شد و فریاد زد دست بالا به مجرد اینکه چوپالوسکی دستش رو به طرف راست تخت خواب برد پیلاتسا با ته شستی رو خود به سینه اون زد و از تخت خواب پرتش کرد. در این هنگام من مراقب دکتر پرستار بودم و مسلسل خودم رو به طرف اونا هدف گرفته بودم. عملیت ما به اندازه سریع و گیج کننده بود که خود نیز از سهولت عمل تعجب کرده بودیم. پیلاسا چنان که می دونید قوی بود ولی من هیچ تصور نمی کردم با اون که اونقدر ضعیف شده بود باز همچنان ضرب دستی خواهد داشت که کلونل رو با یک ضرب ته شستیر برای ابد از زندگی محروم کنه و با یک فشار چوپالفسکی رو از تق بیرون بیاندازه ولی باید ازام کنم که یک حالت عجیبی به اون دست داده بود و بیشتر قدرت اون نتیجه اون حال بود نه نیروی جسمی چوپالفسکی در حالی که میخواست از زمین بلند شد چشمش به اسلحه کلونل افتاد و خواست به طرف اون خیز برداره ولی مصادف با لگد من به شکمش شد که دیگه نتونست بلند شه گویا به محل عمل اصابت کرده بود تا اینکه مطلقا معلوم اون نشد ما دو نفر کی هستیم دکتر و پرستار همان گونه با وحشت دستاشون بالا بود در این موقع پیلاتسا بالای سر اون اومد و اون رو از روی کف اتاق بلند کرد و گفت رفیق چوپالویسکی آیا منو به یاد داری چپالویسکی نگاهی به اون کرد و با وحشت شمرده شمرده گفت آه پی لات. سا از نام بیلاسا دکتر پرستار نیز در وحشتی که بیش از موقعیتی که در اون بودن فرو رفتن اون وقت بیلاسا گفت آره بیلاسا خانه شماره یک و با ته مسلسل خودش محکم به دهن اون کوفت و گفت اگه صدات بلند شه تکه تکه خواهی شد چند دندان چوپالوسکی افتاد و هر دو لبش قطع شد و منظری دلخراشی پیدا کرده بود بعد گفت من تو رو اون گونه که تو اشخاص دیگر رو میکشی نخواهم کشت و اصلا اون رو پانسمان میکنم و ملافر و, و پاره کرد و گلوله ای از اون تهیه کرد و در دهان خونالود اون فرو کرد و دهنشو بست به طوری که نتونه صدا کنه و سرانجام بعد از شکنجه کردنش اونو کشت بعد از اون به طرف دکتر اومد دکتر خودشو به پای اون انداخت و گفت منو نکش جان نصار علیه شما مطلق و اقدامی نکردم پیلاسو پرسید با چینجه اومدی؟ گفت با اتومبیل. رانندت کیه؟ دکتر گفت زازا. خیلی خوب. قلم برداد و شرحی به اون بنویس که ما رو به منزلمون برسونه. و بعد پرسید اگر شما رو به جرم معالجه این خوک وحشی نکشم برام چی کار خواهید کرد؟ گفت هر چه بخواهید. حاضرید با من کار کنید؟ با کمال افتخار. خیلی خوب. آیا گمان میکنی امیدی به حیات این خوک باشه؟ دکتر گفت هنوز جون داده ولی دیگه قابل زندگانی نیست این دختر کیه؟ پرستاریه که در این حال برای مصاحبت با پیشوا انتخاب شده آنگا پیلاتسا از بندهای پردهها قسمتی را کند و پس از گذاشتن گلوله ای در دهانش سر صورت او را بسته و او را زیر تخت خواب پشت رو بست به طوری که امید مرگ برایش حتمی بود بعد به دکتر گفت ما میخواییم به اتفاق تو در ماشین نشسته و به یک خونه در شهر بریم و در صورت موفقیت شغل حسابی به تو واگذار خواهم کرد. بعدی که دکتر حق داشت که بعد یک چنین پیشنهادی خود رو از جان و دل تسلیم کنه. پیلاتسا درست مثل اینکه در یک بیابان دور افتاده و خلبت عمل میکرد اندک تغییر حال یا ترسی در او مشاهده نمیشد. ولی من هر لحظه انتظار یک سانه ها رو داشتم. هنگامی که حاضر به حرکت شدیم اول دکتر مرعوب با کیفش بعد من و بعد پیلاتسا بیرون اومدیم که با کمال محرد در رو از پشت بدون توجه سربازان به عنوان اینکه تابلو را میخواهد در دستش جابجا کند قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت و در همانجا با کمال خونسردی به یکی از سربازان فدایی و یا جانباز چوپالفسکی و محافظ او گفت کلونل فرمودند به من کمک کنید و این قاب های عکس را برای نصب در دفتر سلطان باسالوف در اتومبیل دکتر بگذارید. یکی از سربازان برای رسیدن به این خدمت و افتخار بزرگ آنها را زیر بغل گرفته و در حالی که سربازان داخل باغ و حیات شاهد سرباز جانباز که عکس های پیشوایان بزرگ را در معیت دکتر و افسر کشور روس حمل می کنند بودند همه در زیبایی قاب ها خیلی شدند و آنها را تحسین می کردند و همین ترتیب تابلوها در اتومبیل گذاشته شدند و هر سه نفر در عقب اتومبیل که در جلو چشم نظامیان ایستاده بود و مراسم احترام برای ما به عمل آوردن نشسته و از باغ یا از کاخ خارج شدیم بدون اون که ذکر مقصد شده باشه اتومبیل مستقیما به طرف منزل دکتر حرکت کرد و از جلو پاسپانها و سر می ها بعد از اینکه از چند پیچ و گذشتیم پیلاتسا به راننده گفت آقای زازا رادیوی اتومبیل کار نمیکنه صدای رادیو بلند شد و من به دکتر گفتم دستور بده اتومبیل به طرف شهر سرحدی بره و بیشتر منظورم این بود که به شما نزدیک بشم و شاید هم غیر ارادی این حرف از ذهنم خارج شد پیلاتسا چیزی نگفت و در این حال دکتر به راننده اون که من به اون گفته بودم گفت و راننده هم فورا تقاضای پول بنزین کرد. به اون رو پرداخت و از شهر خارج شد و با سرعت بین 100 و 120 به راه ادامه داد. در تمام و مدت گوشمون به رادیو بود و خبری نشنیدیم تا ساعت 9 صبح که یک بار دیگه هم بنزین گرفته شد خبری انتشار نیافت. در این حال نزدیک قهوه خانه رسیدیم که تعدادی کامیون و اتومبیل اونجا توقف کرده بودند و چون راننده پیشنهاد چای و صبحانه کرده در اونجا توقف کردیم و چون شوفت خارج شد پیلاتسا به دکتر گفت هر دو پایین اومده و پلاک اتومبیل خود را آورده و به جای شماری اتومبیلی که در جلو اونا ایستاده بود گذاشته و شماره اونها رو با اتومبیل خودمون بسرند پس از انجام این عمل چون لباس من از کشور سیلایف بود یعنی روسیه و صلاح در این بود که از اون بیرون نیام راننده و پیلاتسا مقدار خوراکی لازم بر ما آورده و فورا حرکت کردیم البته از این ساعت روی موجی که اداره پلیس مخفی دستورات خود را میفرستاد به رادیو که برای راننده زحمت آور بود گوش میدادیم در ساعت یازده خبری منتشر شد که معمولین اتومبیل شماره دا و که یازده هزار به فلان مشخصات رو فورا تعقیب کنند این شماره اتومبیل دکتر بود که اون رو پیلاتسا با اتومبیل دیگری عوض کرده بود یک ساعت دیگر فرصتی پیش که این پلاک رو با پلاک اتومبیل دیگری عوض کردیم. در ساعت دو به چند کامیون رسیدیم که حامل داو برای کمک به انقلابیون این کشور بود. آهسته از پیلاتسا پرسیدم مقصد کجاست؟ گفت دژ دژ محلی بود که ما در یک کوهستانی در زیر زمین به وجود آورده بودیم و چیلاف مبتکر اون بود. این دژ چندین در داشت که همون رو سوراخ روباه به حساب می آوردند. و اگر کسی هم وارد اون میشد شخصی که در اون مخفی بود به طوری خط سید خود را تغییر میداد که اون شخص با اطمینان به اینکه کسی در اون نیست خارج میشد بزرگان اولیه انقلاب همه از این دژ استفاده کرده بودند ولی چون از خصوصیات انقلاب اینه که عاملین و بزرگان دست اول خودش رو میخوره و از بین میبره کسی از اونا دیگه زنده نبود و هدایت کشور و حکومت انقلابی به دست نست جوان مانند برویانو افتاده بود. چپالوسکی این دژ رو به خوبی می شناخت و در اون با پیلاتسا و گولاش شبها و روزهایی رو گذرونده بود. این محل به عقیده من کاملا امن و برای پیلاتسا مساعد بود ولی من به اون گفتم میخوام جزء داوطلبان کمک به انقلابیون افتاده و از طریق دیگری شروع کنم. با این نظر موافقت کرد و بنا شد نام مستعار ما همان زلو و زیماک انتخاب بشه سپس در نزدیکی محلی که داوطلبان اجتماع کرده بودند اتومبیل به دستور پیلاسا به محل دور افتاده ای برده شد و دکتر چشم و قیافه ای رو به اون صورتی که ملاحظه کردید در برد و من لباس کشور روسیه رو به اون دادم که دکتر اون رو پوشید و خودم با همون لباس کارگری ژنده که زیر اون داشتم پیاده به طرف اجتماع داوطلبان اومدم و خود رو در میان اونها انداختم. پیلاسه هم با دکتر راننده به طرف دش حرکت کرد که چون مردم قریه نزدیک تمام او رو میشناسند در اونجا میتونن هم دست به فعالیت بزنند و هم در رفاه زندگی کنند ولی با دکتر راننده چه کرده نمیدونم. میلو به پلاسا گفته بود که چه پالوسکی گفته بوده تا اونجایی که مایستره از کشتن گیتا خودداری بشه ولی اگر شناخته و تطمیع شد قبل از اینکه بتونه چیزی بگه باید مصموم بشه ولی بریانو نوشته بود مطابق آنچه و مسلحت میدونه عمل بشه من اطمینان داشتم فقط شما رو در زندان خواهم دید و از این رو خود را در حقیقت تسلیم کردم و اصولا در جزو تقسیمات انقلابیون و یا داوطلبان وارد نشدم این بود نحوه جدایی من و پیلاتسا وقتی شاه این جریان را شنید پرسید آیا شما تصور میکنید که یک چنین سبوعی مانند پیلاتسا دوباره میتونه مستر کار واقع بشه؟ گلاش گفت قربان اجازه بفرمایید چیز خارجی از موضوع به عرض برسونم. لابد این داستان یا حقیقت رو شنیدید که میگن دو سرباز که یکی خیلی بلند و دیگری نسبتا کوتاه بود سپرهای خود را برداشته و برای مقابله با دشمن حرکت کردند. در بین راه آفتاب به شدت میتابید و اون دو نفر سپرهای خود رو مثل چت روی سر گرفته مانع تابش آفتاب میشدند سرباز بلند که پشت رفیق خود رو میدید نگاهی بهش کرد و دید سیاهه تعجب کرد و سر خود رو بالا کرد و نگاهش رو به داخل سپر خودش انداخت دید زرده از رفیقش پرسید چرا سپر تو مثل سپر من زرد نیست رفیقش نگاهی به زیر سپر و انداخت گفت سپر من هم مثل سپر تو زرده البته هر درست میگفتم چون سرباز کوتاه از زیر نگاه میکرد و سرباز بلند از پشت هر دو به حرف خود معتقد بودند و دیگری رو به خطا میدونستند بحث لفظی میان اون دو به جنگ تبدیل شد و پس از مدتی گلاویز شدن سرباز کوتاه سرش به سنگ اصابت کرد و جان داد چون سرباز بلند که در نتیجه مبارزه نیم جان شده بود برای برداشتن سپر خودش رفت مشاهده کرد که هر دو سپر که از پشت افتاده بودند زرد هستند اونها رو به دست گرفت و به دو رنگ داشتن اونها و موضوع بلندی و کوتاهی قامت خود پی برد ولی براش خیلی دیر شده بود ولی تجربه یک گرانبهایی به اون داد که مسلم دیگه اون سرباز اول نبود شاید پیلاتسا هم مثل همی هم سرباز باشه که حالا با تجربیات و یا از خساراتی که وارد کرده بتونه استفاده کنه اما همه حکم همان دو سرباز رو در کلیه شعون اجتماعی دادیم و حاضر نیستیم حقایق رو از دریچه چشم دیگران هم قضاوت کنیم و اونچه خود میبینیم برحق میدونیم اعلی حضرت ها هرچه رو ملازه بفرمایید و بشنوید از لحاظ شخصی و احساسات شخصی حق و یا ناحق هایی می کنید و که دیگری با دیگران سنجشی غیر از سنجش و محیطی غیر از محیط شاهنشاه دارند و باید از دریچه چشم اونها هم نگاه بشه شما نوعی راجع به پیلاتسا قضاوت می کنید و اون راجع به شما نحوه دیگری و حالا که هر دو در قضاوت عجله میفرمایید. فرمایید شاه سکوت کرد و انگاه گیتا پرسید یقین دارید چوپالفسکی کشته شده؟ گولاش گفت فقط اسکلتش باقی موند و چشم و گوش و بینی و همه اعضاش از بین رفت. خب شما معتقدید چه باید کرد؟ بقیده جان نسار علا حضرت نسبت به حفظ جان شما باید کاملا دقیق باشند و بهترین راه اینه که زندان مخصوصی در نظر گرفته بشه که از رفاه و تأمین برخوردار باشید و من با کمک علا حضرت شروع به عملیاتی بکنیم و در پی موفقیت باشیم. گیتو از شاه تقاضا کرد آنچه شنیده شد مکتوم ماند و گولاش را به همان صورت سابق کارگری به زندان انداخته و گیتا نیز به آن برگردد و یادآور شد برای نقشه بدی خیال دارم با گولاش در حضور سایرین مخالفت کنم شاه با وعده کافی و موافقت کامل آنان را به زندان بازگردانید مسیو رایت که در جریان کار گولاش گذارده شده و مسئول کمک به او گردید مأمور مراقبت اوزا شد و ایادی مخفی کافی در زندان گماشت از طرفی دیگر از عدهای از زنان نیز تحقیقاتی به عمل آمد و گیتا به عدهای که مانده بودند توصیه کرد که چیزی راجع به او گفته نشود و نیز از کسانی که از آنان بازرسی شده بود پرسید که سوالات از آنان راجع به چه زمینه ای بوده است در این حال ای از مردان دور کارگر جولیده و یک چشم یعنی گلاش را گرفته از او میپرسیدند از او چه پرسیدند گفت فقط راجع به هویت مخدول سوالاتی کردند و بس